سلام، من بهاره هستم و اینجا جعبه جادوییه. امروز میخوایم از زندگی کوروش کبیر بهتون بگیم. ممنون از اینکه به کانال ما سر زدین و برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب میکنین. اگه از پست‌های ما خوشتون اومد، اون رو برای دوستاتون هم ارسال کنید و نقطه نظراتتون هم برامون بنویسین. فراموش نکنید میتونید با فشردن اون زنگوله روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید. کوروش کبیر در حدود سال 580 قبل از میلاد در سرزمین ایران که امروز کشور ایران است به دنیا آمد. پدرش کمبوجیه اول پادشاه ایران بود. کوروش کبیر یکی از بزرگترین پادشاهان هخامنشی است. نام او کوروش کبیر، پادشاه باستانی ایران و زمان حکومتش پیش از کمبوجیه دوم و پس از کمبوجیه یکم بود. همسرش کاساندان، کاخ او پاسارگاد، خانه سلطنتیش هخامنشی، پدرش کمبوجیه یکم، نام مادرش ماندانا و فرزندان او کمبوجیه، بردیا، آتوسا، آرتیستون، رکسانا است. تاریخ فوت او سال 530 قبل از میلاد و محل دفنش پاسارگاد. کوروش کبیر بزرگترین امپراتوری زمان خود را اداره می کرد و به اعطای آزادی‌های بسیاری به رعایای خود مشهور است. در طول قرن‌ها به بسیاری از پادشاهان و فاتحان لقب بزرگ داده شد. اما برخی می‌گویند که شخصیتی که بیش از همه سزاوار این عنوان بود، کوروش کبیر پادشاه باستانی ایران بود. با وجود اینکه او بیش از 2500 سال پیش به دنیا آمد و حکومت کرد، بسیاری از رهبران مدرن امروزی هنوز هم کوروش را الهام بخش و قهرمان اصلی خود می‌دانند. او یک رهبر نظامی درخشان بود، اما او حتی بیشتر به عنوان یک حاکم دانا و بردبار مورد احترام است. هنگامی که کوروش ملتی را فتح کرد، به قلمروهای دیگری که جذب کرد اجازه داد تا خود را اداره کنند و آداب و رسوم و مذاهب خود را حفظ کنند. گفته می شد که کوروش بیش از هر فرمان روای دیگر زمان خود به حقوق اولیه انسانی مردم عادی احترام می گذاشت. آغازهای زندگی کوروش کبیر. به گفته مورخان، کوروش یا در سال 600 یا 575 قبل از میلاد به دنیا آمد و در ایران زندگی می کرد. مکانی که امروزه در داخل کشور ایران خواهد بود. پدرش کمبوجیه اول در سال 551 قبل از میلاد درگذشت و کوروش بزرگ را در سال 559 قبل از میلاد پادشاه کرد. در آن زمان قدرت کوروش بین تعدادی از دولت‌های قدرتمند دیگر در منطقه تقسیم شد و امپراتوری ماد نفوذ بیشتری بر آنها داشت. در این مدت کوروش مطیع پادشاه مادها بود و ملزم به ادای احترام به او. کوروش با کمک یک ژنرال سرکش ماد، هارپاگوس، علیه کل ارتش ماد قیام کرد و آنها را در سال 549 قبل از میلاد فتح کرد. پس از پیروزی کوروش توانست برای اولین بار خود را پادشاه ایران کند. شکست امپراتوری لیدیا و آسیای صغیر. تاریخ تسخیر لیدی توسط کوروش ناشناخته است، اما مورخان بر این باورند که زمانی بین شکست او از مادها و تصاحب امپراتوری نو بابلی توسط کوروش رخ داده است. امپراتوری لیدیا و آسیای صغیر زمین‌های وسیعی را پوشانده بودند که برخی از آنها تا نواحی امروزی یونان و مقدونیه گسترش یافته بود. تعدادی از نبردهای قابل توجه در طول مبارزات انجام شد، از جمله نبرد پتریا که منجر به بن‌بست شد و تلفات سنگینی از هر دو طرف بر جای گذاشت. پس از دست دادن بسیاری از مردان، حاکم مخالف کروزوس به پایتخت خود در ساردیس عقب نشینی کرد. کوروش به دنبال او رفت و پایتخت او را در پایتخت محاصره کرد و در آنجا سوار نظام دشمن را با موفقیت شکست داد و شهر را در نبرد تیمبرا تصرف کرد. امپراتوری او به گسترش در سراسر خاورمیانه ادامه داد. امپراتوری هخامنشی.
امپراتوری هخامنشی که گاهی به آن اولین امپراتوری ایرانی نیز میگویند، نام جمعی بود که به ملل مختلفی که کوروش تسخیر کرده بود اطلاق میشد. پس از مرگ او، سرزمین‌هایی را در شرق در کناره دره رود سند در بر گرفت و از غرب تا حواشی یونان و مقدونیه گسترش یافت. کوروش از اینکه بتواند مصر را به سمت جنوب فتح کند، در جنگ کشته شد. اما مصر در نهایت تحت حکومت امپراتوری هخامنشی قرار گرفت که پسرش پس از او آن را فتح کرد. نام هخامنشی از نام پادشاه افسانه‌ای ایران گرفته شده است که حدود 200 سال قبل از زمان کوروش میزیسته است. کوروش کبیر با برگزیدن نام هخامنشی ادعای القاب باستانی را مطرح می‌کرد و به زمانی گوش می‌داد که قوم او قدرتمندترین مردم روی کره زمین به شمار می‌رفتند. از مشهورترین آثار به دست آمده از دوران سلطنت کوروش کبیر استوانه کوروش است که در معبد مردوک در بابل نگهداری می شد. این یک شیء استوانه‌ای سفالی 10x4 اینچی است که اطلاعاتی در مورد فتح کوروش در بابل حک شده است و برخی آن را تایید اولیه حقوق بشر می دانند. این استوانه همچنین شامل فرمانهای سیاسی بود که زندگی شهروندان بابلی را بهبود بخشید و اطلاعاتی در مورد اعطای آزادی از جمله یهودیان بابل که مدت‌ها توسط حاکمان آن قلمرو به بردگی گرفته شده بودند. در آنجا عموم مردم به سرعت راه کوروش کبیر را در پیش گرفتند، زیرا او به اعمال فرقه ها و دیگر گروه های مذهبی هم اجازه می داد. سه کتیبه کوچک از کوروش بزرگ به زبانهای فارسی باستان، ایلامی و اکدی به دست آمده است که بخش هایی از آن آسیب دیده بود. دو گونه کتیبه های سه زبانه کوروش روی سه بنای جایگاه اصلی پاسارگاد یا در نسخه های متعدد نوشته شده به دست آمده است. نخستین بنا رواقی است مشرف به جایگاه که در آر نام دارد. این رواق نقش برجسته ای دارد که فرشته ای بالا را نشان می دهد. این اثر تا اواخر قرن گذشته به عنوان نمونه از کتیبه CMA برپا بوده. اگه در نظر بگیریم که سازندگان پاسارگاد بر ایجاد تقارن در کارهای تزئینی و به ویژه کتیبه ها ارجحیت قائل بودند، احتمال دارد که سابق بر این حداقل 8 نسخه از این کتیبه روی بنا وجود داشته باشد. در قصر اس که اغلب آن را تالار بار می نامند و قصر پی که احتمالاً به عنوان محل سکونت کوروش استفاده می شد نیز نزدیک به 20 نسخه از CMA موجود بوده که تنها 2 آنها تا روزگار ما در هر قصری 1 نسخه حفظ شده است. 2 نیز در قصر اس تا قرن 19 موجود بوده است. کوروش کبیر در حدود سال 530 قبل از میلاد در نبرد کشته شد و پسرش کمبوجیه دوم جانشین او شد. او را در مقبره هرمی در پاسارگاد که در ایران امروزی قرار دارد به خاک سپردند. آرامگاه کوروش کبیر در فاصله حدود 1 کیلومتری جنوب غربی کاخهای پاسارگاد قرار دارد. این اثر در سال 2002 میلادی به عنوان زیرمجموعه پاسارگاد تحت شماره 1106 در میراث جهانی یونسکو ثبت شد.